سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 18 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت فیروز سعید ابراهیموف، یکی از لیدرهای محلی گولکین خوروغ. در فیض‌آباد ده ها حالت غیر قانونی فروختن قطعه های زمین آشکار شده است. هلاکت 3 نفر انگام چکرچینی در کوههای رومیت و ورزوب. قنات مهاجران رفت، مرگ دکتر امین جان در شهر اریمبورگ. زمینساز شرکت کاشف 2017 با گرفتن پوره عیب دار می شود. فرزانه خورشید به پدراندرش ماشین مرسدس توفه کرده است. در مسکو یک طفل تاجک انگام مراسم ختنه از هوش رفته است. و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که فیروز سعید ابراهیموف، یکی از لیدرهای محله گولکین شهر خوروغ که برای اوباشی تحت جستجو قرار داشت، روز 18 اپریل اختیاراً به ریاست وزارت کارهای داخله بدخشان عذر گردیده است. ریاست وزارت کارهای داخله بدخشان گفت سعید ابراهیموف در نتیجه کاربری متقابلا سودمند رهبریت مقامات کارهای داخلی ولایت با نزدیکان و پیوندان جستجو شونده در پی ملاقات سردار میلیسی ولایت جنرال شریف نظرزاده با ساکنان گولکین خود را به مقامات سپارده است. یک منبع آگاه به بامداد گفت جنرال نظرزاده وعده داده است که در صورت اختیاراً عذر شدنش سعید ابراهیموف جزای سبکتر خواهد گرفت. گفته می شود سعید ابراهیموف فیروز فرهادویش سال تولدش 1991 ساکن شهر خوروغ کوچه شیرینشو شاتمور از صحنه 1 اکتبر سال 2021 برای صادر نمودن جنایت اوباشی از روی ماده 237 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در جستجوی رسمی قرار داشت. میلیسی بدخشان گفت اکنون تفتیش پرونده جنایتی نسبت به سعید ابراهیموف فیروز از نو جانو کرده شده است. پرونده فیروز سعید ابراهیموف مربوط به زنوزنی گروهی است که 19 سپتامبر سال 2020 در ورزشگاه گولکین بعد یک بازی فوتبال بین جوانان گولکین و محله برخوروغ روی داده بود. وزارت کارهای داخله ماه ینور خبر داد که صادق احمدبکوف رهبر جوانان محله برخوروغ که هم برای همان زنوزنی 1.5 سال پیش در جستجو قرار داشت، به دوشنبه آمده خود را در اینجا به مقامات میلیسه تسلیم کرده است. این در حال است که منابع دیگر می گفتند احمدبکوف را در فرودگاه دوشنبه بعد بازگشتش از ترکیه دستگیر کردند. 19 سپتامبر سال 2020 در پی یک بازی فوتبال بین محله های برخوروغ و گولکین که با حساب 2-1 به فایده دسته گولکین انجام یافت، در ورزشگاه بین احمدبکوف و سعید ابراهیموف مناقشه سر زده است. بنا به فرضیه وزارت کارهای داخله، احمدبکوف بچه های برخوروغ را در اطرافش جمع کرده با بچه های گولکین وارد مناقشه گروهی شدند. در جریان زنوزنی بین مخلصان دو دسته به گفته وزارت کارهای داخله 14 نفر جراحت برداشتند. دوستانی کل تاجیکستان اولت رعایت و اجرای قانونگذاری زمین را در نوای فیض‌آباد مورد سنجش و تحلیل قرار داده است. مرکز مطبوعات دوستانی کل تاجیکستان روز 18 اپریل خبر داد که سنجش در فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی، اداره زمین، معماری، جماعت‌های شهرک و دیهات و دیگر زمین استفاده برندگان نوایه قانون ویرانکنی های زیادی را آشکار نمود. بر اساس حسابات دادستانی در نتیجه سنجش در نوای فیض‌آباد، حالت های غیر قانونی دادن و خرید و فروش 5.45 گکتر زمین به 57 نفر به مبلغ 28500 سومانی، 120000 روبل روسی و 880 دلار آمریکایی آشکار شده. نسبت به شخصان گناهکار 2 پرونده جنایتی، 27 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده، با 15 قرار غیر قانونی رئیس نویه اعتراض آورده، برای به حالت اوله برگرداندن 0.75 قطعه زمین امر داده، مبلغ 28505 سومانی انداز زمین به بودجه دولت برقرار کرده شد. جدا نمودن زمین های کشاورزی برای ساختمان بنا و انشاءات وکالت حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یابد هم، اما رئیس نویه فیض‌آباد با قرارهای غیر قانونی خود از حساب زمین های تعینات کشاورزی برای ساختمان هر گونه انشاءات به شخصان واقعی و حقوقی جدا کرده دادند. چنانچه تای سال 2019-2020 با 4 قرار نوعیه میدان 0.43 گکتر زمین های تعینات کشاورزی غیر قانونی
به چهار شهروند همچون زمین نزد یولگی داده شده است. با اعتراض آورده شده چهار قرار رئیس نویه بیکار و قطعه های زمین به اولت اولا برگردانیده شدند. رئیس نویه فیض‌آباد در دوره سالهای 2019-2020 با سه قرار خود میدان یک هکتار زمین های نقلیاتی نویه که به مؤسسه دولتی نگهداری راههای افتومبیلگرد نویه تعلق داشت به 11 نفر و میدان 0.26 هکتار زمین های سالمگردانی که به شعبه دزینفکسیای پروفیلاکتیکی نویه تعلق داشت به 2 نفر و دیگر مقصد یعنی برای ساختمان منزل استقامتی غیر قانونی جدا کرده داده است. از طرف پراکراتور جنرالی به قرارهای غیر قانونی رئیس نویه اعتراض آورده شد که قرارها بیکار و زمین ها به مؤسسه دولتی نگهداری راههای افتومبیلگرد و شعبه دزینفکسیای پروفیلاکتیکی نویه برگردانیده شدند. حالت های از جانب شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیته اداره زمین و روبران خواجگی های دیخونی با استفاده از وکالت های منصبیشان به خرید و فروش و تقسیمات غیر قانونی زمین های تعینات کشاورزی دست زده نیز آشکار کرده شد. چنانچه سابق رئیس کمیته اداره زمین نویه فیض‌آباد اسنوف و دیگر اعضای کمیسیه مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه فیض‌آباد با استفاده از وکالت‌های منصبیشان میدان 1.68 هکتار زمین‌های تعینات کشاورزی، جماعت‌های دهات وشگرد، مهرآباد و به نام دوست‌مراد علیف نویه را به 27 نفر شهروندان غیر قانونی همچون زمین نزد یولگی جدا کرده دادند. یا خود رهبر خواجگی دهقانی بیدل نویه فیض‌آباد رحیموف در سطر جدول شهادتنامه قانونگردانی مال و ملک فرمای کمپلکس ساختمانش نوتمام خریداری نمودهش مساحت عمومی قطعه زمین را که 5.50 هکتار تشکیل میداد است با روی ساختکاری 15.50 هکتار نشان داده، سپس میدان 3 هکتار زمین تعینات کشاورزی با روی ساختکاری از خود نمودهش را به 33 نفر شهروندان غیر قانونی بر عوض 285,000 سومانی، 120,000 روبل روسی و 8,800 دلار آمریکایی همچون زمین نزد یولگی تقسیم کرده فروخته است. نسبت اسنوف، اعضای کمیسیه مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه فیض‌آباد و روبری شرکت بیدل رحیموف برای غیر قانونی دادن زمین قلوبی و ساختکاری پرونده جنایتی آغاز گردیده با تعینات سود نویه فیض‌آباد از 28 فوریه سال 2022 نسبت اعضایان کمیسیه مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه فیض‌آباد بنابر تلفات گردیدن ضرر رسانیده شده در اساس طلبات قسم 3 ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از سال 2016 تحت رقم 1355 پرونده جنایتی در استحصالات سود قطع کرده شده است. با حکم سود نویه فیض‌آباد از 16 دکمبر سال 2021 نسبت روبر شرکت بیدل رئیبوف جزا جریمه به اندازه 1660 نشاندینده برای ایساب ها برابر به 96280 سامانی تطبیق کرده شده است. کمیته اولت های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در روزهای اخیر بر اثر حادثه های ناخوش انگام چیندن چکری در کوههای رومیت و ورزوب 3 نفر به هلاکت رسیدند. از جمله صبح 7 اپریل سال 2022 ساعت 05:25 دقیقه از شعبه میلیسیای شهر وحدت به کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر دادند که دو ساکن دهه سیمبگنج که یکی 41 و دومی 42 سال داشتند هنوز روز 12 اپریل برای چکری چینی به کوههای اطراف سیمبگنج رفته با همین بی‌درک شدند. در نتیجه جستجو جسدهای این دو ساکن سیمبگنج را در بالای کوه در درون خیمه اشان پیدا کردند. بنا به فرضیه مقدماتی آنها از دود آتشی که شبونه برای گرم کردن خیمه هاشون استفاده می بردند جان باختند. حادثه نخوش دویم در حدود نویه ورزوب روی داده است. ساکن 25 ساله جماعت ورزوب قلعه برای چیندن چکری به کوه رفته به سبب رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری در دره اوچوق به جری سرازیر شده به هلاکت رسیده است. جسد این جوان را ساکنان محلی که به جستجو برآمده بودند پیدا کردند. نجات بخشان کمیته اولت های فوق‌العاده با استفاده از تجهیزات کوهنوردی به آن قدره فرآمده جسد را بالا برآوردند. کمیته اولت های فوق‌العاده می نویسد تحلیل حادثه های ناخوشی که سبب مرگ آدمان در کوه می شود نشان می دهد که در این حادثه ها از کوه دیده بیشتر خود آدمان عیب دارند. در اکثر اولت ها سبب های سوبکتیوی پوره از آدمان وابسته، از جمله مناسبت آنها به رعایت قاعده های بی‌خطری در کوهستان به فاجعه ها آورده می رساند. کمیته اولت های فوق‌العاده بار دیگر از همه خواسته است که از رفتن به کوه ها برای چیندن هیزم و چکری و سیوالف و زنبروغ و گیاه های دیگر
همچنین از رفتن به شکار و ماهیداری خودداری کنند و قاعده های بی‌خطری و توصیه های مقامات را قطعاً رعایت کنند. امنیت جان شما در دست خود شماست. خطاب کرده است کمیته اولتای فوق‌العاده به ساکنان. اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 8 اپریل خبر داد که تفتیش پیشکی پرونده عالمجان محمدزاده زمینساز شرکت کاشف 2000 عبده را انجام داده بعد تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپرده است. محمدجانزاده عالمجان بر اساس ماده 247 قسم 2 بندهای و و گ به قلابی با استفاده از مقام خدمتی که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسی در شهر این پرونده گفت محمدجانزاده عالمجان در وظیفه متخصص زمینساز شرکت کاشف 2000 عبده کار کرده در دوام فعالیت کاریش از شهروند برای مساعدت نمودن جهت جدا نمودن قطعه زمین نزد اولگی از حدود جماعت دیهات اوفچه قلچه نویه باباجان غفوروف مبلغ 7000 سومانی طلب نموده گرفته است. سپس محمد جانزاده کردارهای جنایتی خود را ادامه داده باز از شهروند برای گرفته دادن سرتیفیکات حقوق استفاده برنده زمین در حدود نویه باباجان غفوروف مبلغ 5000 سومانی را گرفته به احتیاجات شخصیش صرف نمود که در نتیجه این کردار غیر قانونیش به آخران ضرر جدی مادی رسانید. به این زمینساز بر اساس قسم دویم ماده 247 همچون جزا جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشاندنده برای ایساب ها یا محروم ساختن از آزادی به مولت از 2 تا 5 سال تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران برای زمین فروشی به دست افتاده در اکثر موردها با پرداخت جریمه از جوابگاری خلاص میشوند. فروش قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی و یا انشاءات تجارتی در تاجیکستان به یکی از رشته های عظمه فساد زده تبدیل یافته است. دادستانی کل تاجیکستان گفته بود تنها در نیمه اول سال 2021 مقامات حفظ حقوق قریب 9000 گکتار قطعه زمین غیر قانونی تقسیم شده را به حالت اولش برگردانیدند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. امینجان شریپوف طبیب شناخته تاجیک قریب 20 سال اخیر در شهر ارنبورگ روسیه کار و زندگی میکرد روز 16 اپریل در خانهش بر اثر سکته قلب از عالم چشم پوشید. مرحوم همگی 55 سال داشت و از او 6 فرزند یتیم ماند. پسری خردی دکتر امینجان امسال اکادمی دیپلماتی روسیه را ختم میکند. با گفته نزدیکانش جنازه دکتر امینجان را روز 18 اپریل به تاجیکستان میارند. امینجان شریپوف 20 آگوست سال 1966 در نویه مشچو به دنیا آمده دانشکده طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم کرده است. امینجان شریپوف سال 2003 به روسیه کوچید و در شهر ارنبورگ به طبابت مردم ادامه داد. در سامونه پرادکتروف کارافتادگان از امینجان شریپوف همچون طبیب یاد کردند که همیشه خنده در لب داشت و خیلی خوشمعامله بود، با چهره باز و خیلی مؤدبانه با مردم مناسبت میکرد. مهاجران تاجیک امینجان شریپوف را یک قنات خود در ارنبورگ میدانستند و امروز یک قنات خود را از دست دادند. آنها میگویند دکتر امینجان به مهاجران تاجیک خیلی دلسوزی میکرد و از این رو همه زادگان تاجیکستان هر باره که مریض میشدند چه شب و چه روز همیشه به سراغ دکتر امینجان میرفتند و او نیز همیشه به کمک آنها میرسید و تا دم به پایش پوره روز شدن و پوره شفا یافتن مهاجران مریض از بالای سر آنها دور نمیشد. دوستانش میگویند دکتر امینجان یک نفر دلسوز ملت بود و جانش را برای مردم هیچگاه دریغ نمیداشت. بنا به نقل دوستانش دکتر امینجان بار آخر ماه نویبر سال 2021 همراه پسر خردیش به زادگاهش نویه مشچو آمد و وعده داده بود که بهار باز به وطن میآید. دکتر امینجان که همیشه به وعده های خود استوار بود این دفعه هم به وعدهش وفا کرد. او روز 18 اپریل باز به وطن برمیگردد، ولی این بار برای اون که در آغوش وطن عزیزش که اینقدر برای اون میسوخت به خوب ابد برود. روانت شد و آخرتت آباد بود دکتر امینجان. طفل نوزاد تاجیک در شهر مسکو بعد ختنه در حالت وزنین به بیمارستان افتاده است. بنا به اطلاع منابع نشریه کمسمولسکای پراودا والدین این کودک یک ماه خواستند که مراسم ختنه فرزندش را در خانه انجام دهند، ولی احوال او هنگام انجام این جراحی ساده یک بار بد شده است. یک خانواده مهاجران تاجیک طبیب را برای ختنه پسر
نوزادشان به خانه دعوت کردند، ولی هنگام ختنه احوال کودک بد شده است. شاید این کودک به دارووری هنگام ختنه استفاده شده آلرژی داشته است. خبر دادن به خبرنگار کمسمولسکا پراودا، به گفته آنها رنگ و روی کودک یک بار کبود شد و او از نفس کشی مانده است. کودک را با یک عذاب به هوش آورده سپس به بیمارستان بردند. حالا طبیبان برای نجات جان او تلاش دارند. این کودک روز 19 مارس به دنیا آمده، تازه یک ماه میشد. مفتشان به تحقیق این قضیه پرداخته، طبیب ختنه‌کن و پدر کودک را بازپرسی میکنند. آنها از جمله باید معین کنند چرا والدان کودک ختنه فرزندش را در شرایط خانه انجام دادنی شدند. تفتیشات باید این را هم معلوم کند که آیا طبیب دعوت شده برای انجام چنین جراحی تخصص داشت یا نه. یولیا ایوانوفا سخنگوی ریاست تفتیشات شهر مسکو با کمسومولسک پراودا گفت در رابطه با این حادثه سنجش ادامه داشته، مسئله کشودن پرونده در دست بررسی قرار دارد. کمسومولسک پراودا با تکیه به منابع خود خبر داده است که طبیب برای ختنه دعوت شده رحمت الله دودی خدایف نام و 30 سال داشته، در حقیقت در تاجیکستان در رشته جراحی تحصیل کرده است، ولی هنوز روشن نیست که آیا او حق فعالیت طبیبی و از جمله حق انجام جراحی های به مثل ختنه را داشت یا نه. ختنه پسران در بین خلق های گوناگون، اساسا در بین مسلمانان و یهودیان، یک انعنه رایج به شمار می رود. در برخی کشورها از جمله در مصر دختران را نیز ختنه می کردند. معمولا ختنه کودک را بعد کمی بالغتر شدن آنها، ولی نه دیرتر از رسیدن آنها به سن 12 انجام می دهند. ولی وقتهای آخر در هفته های اول بعد تولد کودک انجام دادن ختنه آنها رایج‌تر شده است. یوتیوب کانال SM نیوز خبر داد که آوازخوان 32 ساله تاجیک فرزانه خورشید به پدراندرش پولاد شاروپوف ماشین مرسدس توفه کرده است. فرزانه در صحیفهش در اینستاگرام نوشته است توفه مرا در روزهای نوز رونت اکاجان او شود. پولاد شاروپوف نیز در صحیفهش در اینستاگرام با نشر عکس ماشین رنگش سیاه مرسدس که به جای رقمهایش فرزانه خورشید نوشته شده است با دخترندرش اظهار تشکر کرده نوشته است تشکر برای توفه. فرزانه بلافاصله پاسخ داده است که نصیب کند اکاجان. مادر 65 ساله فرزانه خورشید سوره قاسم و ماه سپتامبر سال 2020 با پولاد شاروپوف که از او خیلی خرد بود ازدواج کرد. رسانه ها نوشتند که شوهر نوش از سوره 31 سال جوان تر است، ولی خود پولاد شاروپوف اون وقت بعض پلیوز گفت فرق سن اونها 18 سال است. پولاد شاروپوف همچنین گفته بود که او ورزشگر و صاحب کار می باشد، ولی درباره چه تجارت داشتن او معلومات زیاد دسترس نیست. این ازدواج سیوم سورای قاسم بود و اون وقت در جامعه سر و صدای زیاد را به پا کرد. برخی آوازخوان را برای ازدواج با مردی از خودش خرد نکویش کردند، ولی گروه دیگر با تاکید به این که عشق پیری و جوانی ندارد به آوازخوان در زندگی شخصیش بخت و سعادت آرزو کردند. سورای قاسموفا هنرمند خلقی تاجیکستان 22 اپریل سال 1957 در شهر کولوب به دنیا آمده است. او از شوهر اولش نظیرمد دو دختر روزگل و شبنم را دارد و از شوهر دویمش خورشید ربیف نیز دو فرزند داشت. فرزانه خورشید و پسر یگانش امام علی جان که سال 2017 در سن 16 وفات کرد. خود خورشید ربیف که در وزارت کارهای داخله کار میکرد سال 2013 از عالم چشم پوشید. شبنم سورایا و فرزانه خورشید پیشه مادر را پیش گرفتند و حالا هر دو از هنرمندان مطرح استراد تاجیک به شمار میروند، ولی روزگل خونشین است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نوخوش روز. 17 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه راننده افتماشین تمغه دیو سیلو غایب و فضل‌الدین سال تولدش 1990 ساکن دیهه دنغره هنگام حرکت در حدود نوای دنغره ازوده اداره واسطه نقلی نبر آمده به کنار چپ روح بر آمده افتماشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر افتماشین مذکور افتخار فضل‌الدین سال تولدش 2020 ساکن نوای مذکور جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نوای شومنصور با عریضه مرد 69 ساله ساکن پایتخت مراجعه نموده است که ماه اپریل سال 2018 مرد 39 ساله ساکن شهر دوشنبه برای فرید به باوریش در آمده از او 35 هزار دلار آمریکایی گرفته وعده داده است که در بنای ساختمانش ناتمام واقع در کوچه دهلوی پایتخت منزل استقامتی گرفته میدید، اما نامبرده مبلغ برای فریب به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوای فردوسی با عریضه مرد 66 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعه نموده است که ماه اپریل سال 2018
مرد 60 ساله ساکن شهر کولو با روی فریب به باوریش در اومده از او $37,000 امریکایی گرفته وعده داد است که بر عوضش منزل استقامتش را واقع در جماعت دهات رسیه دهه یکتوت نویه رودکی به نام و نسبش می گذراند، اما وعدهش را تا حال اجرا نکرده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com خوش باشید.